اینجا مجتمع کشت و صنعت شهرمیرزاده و فصل برداشت گل محمدی. از ساعت 5 صبح که هنوز آفتاب نیومده بیرون میایم تا عطر بوی گلا از بین نره. پیش بینی میکنیم که با این وضعیت خوب برداشت بیش از 3 تا ما گلاب تولید بکنیم. محصول گل محمدی بعد از فراوری و تبدیل به محصولاتی مثل اسانس، گلاب و قنچه خشک شده ارزش افزوده بالایی پیدا میکنه. لازم هستش که انطباق داده بشه میزان حجم تولیدات هر منطقه با میزان فراوری اون منطقه. مثلا اسانس گل محمدی که در صنایع مختلف از جمله عطرسازی استفاده میشه بیش از 50 برابر ارزش افزوده داره. قیمت جهانی هر 1 کیلو اسانس گل محمدی حدود 15,000 دلاره. گل محمدی در تمام شهرستان‌های استان داره کشت میشه و هر سال باید 50 هکتار به سطح زیر کشت گل محمدی استان افزوده بشه. در سال جاری 69 هکتار توسعه داشتیم. گل محمدی یک کشت پربازده و اقتصادی. حدود 50% نسبت به کشت‌های معمول باقی ما نیازآبی کمتری داره. در مقابل سرما و گرما نسبتاً مقاومه. تو اراضی شیبدار زمین‌های سنگلاخی میتونیم اونو بکاریم. در استان سمنان 315 هکتار زیر کشت گل محمدیه. پیش بینی میشه امسال بیش از 650 تن محصول گلبرگ گل محمدی از گلستانهای استان سمنان برداشت بشه و این یعنی حداقل تولید بیش از 2000 تن گلاب و سایر فراورده ها. زهرا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع کشت و صنعت شهرمیرزاد.